چند روز بحث پیشرفت‌های هسته‌ای جدید خیلی داغ شده که شما هم پیشنهاد دادید در موردش صحبت کنم. قضیه مربوط میشه به واکنش همجوشی هسته‌ای، همون چیزی که داخل ستاره‌ها اتفاق می‌افته. دانشمندان چند دهه تلاش می‌کردن این واکنش رو رو زمین انجام بدن تا به یه منبع انرژی برسن که خیلی خیلی ارزون و تمیز و زیاده. اگه این پیشرفت آزمایشگاهی بتونه تو سالهای آینده پیاده سازی بشه، همه چیز تغییر میکنه. تا آخر ویدیو با من باشید تا ببینیم قضیه دقیقاً چیه. اسپانسر این برنامه هم شرکت فیوتک تو جنوب کالیفرنیا است که زمینه فعالیتش ابزارهای دقیق اندازه‌گیری و سنسورهای پیشرفته و رباتیکه. فیوتک تو پروژه‌های بزرگ ناسا مثل شاتل فضایی دیسکاوری و مریخنورد کیوریاسیتی نقش پررنگی داشته. برای اطلاعات بیشتر میتونید به سایتشون سر بزنید یا لینکدین فیوتک رو دنبال کنید که تو بخش توضیحات همین ویدیو گذاشتم. خب دقیقا تو همین روزایی که ما اینجا درگیر ابتدایی ترین حقوق خودمون بودیم، دانشمندای آزمایشگاه ملی لورنس لیورمور تو کالیفرنیا خبر از یه پیشرفت علمی خیلی بزرگ دادن. تونستن واکنش همجوشی هسته‌ای رو به شکلی انجام بدن که انرژی که آزاد میکنه بیشتر از انرژی باشه که مصرف میکنه. واکنش‌های هسته‌ای دو تا نوع کلی داره: شکافت، همجوشی. شکافت اینجوریه که یه اتم سنگین شکافته میشه به دو تا اتم سبکتر. مثلا به اتم اورانیوم 235 یه دونه نوترون شلیک میکنیم، برای همین ناپایدار میشه. شکافته میشه به دو تا اتم سبکتر، یه مقدار زیادی هم انرژی آزاد میشه. نوع دوم یعنی همجوشی برعکسه، یعنی دو تا اتم سبکتر به هم جوش میخورن و تبدیل میشن به یه اتم سنگینتر. مثلا دو تا هیدروژن تبدیل میشن به یه دونه هلیوم و کلی هم انرژی آزاد میشه. این دقیقاً اتفاقیه که تو خورشید و بقیه ستاره ها میفته. تمام این نور و گرمایی که از خورشید میگیریم منبعش همین واکنش همجوشیه. اما این واکنش به راحتی اتفاق نمیفته. دلیل اینکه تو ستاره ها اینقدر همجوشی داریم فشار و دمای وحشتناکشونه. مثلا مرکز خورشید خودمون حدود 15 میلیون درجه سلسیوس دما داره. رو هر سانتیمتر مربع، تقریبا یه مساحتی به اندازه نوک انگشت شما، بیشتر از 1 میلیون تن فشار وارد میشه. این شرایط جهنمی باعث میشه اتمای هیدروژن که بیشترین اتمای سازنده ستاره ها هستن، دیگه تو حالت طبیعی نباشن. الکتروناشون از هسته هاشون جدا میشن، برای همین یه مخلوطی از هسته ها و الکترونای جدا از هم به وجود میاد که بهش میگن پلاسما. تو این پلاسما الکترونا که کلا نمیتونن با هم ترکیب بشن، میمونه هسته ها. این هسته ها هم همشون بار الکتریکی مثبت دارن، پس نمیتونن خیلی به هم نزدیک بشن، یه نیروی دافعه بینشون وجود داره. اما فشار زیادی که تو مرکز ستاره هست به هم دیگه نزدیکشون میکنه. از اون طرف هم میدونیم هرچی دمای یه ماده بالاتر بره، ذرات سازندهش با سرعت بیشتری حرکت میکنن. برای همین هسته های هیدروژن با شدت خیلی زیادی به همدیگه برخورد میکنن که باعث میشه به هم جوش بخورن. خب این از واکنش همجوشی که تو کل جهان هستی خیلی خیلی زیاد داره اتفاق میفته. اما رو زمین چطور؟ تو بمبای اتمی اولیه واکنش شکافت اتفاق می افتاد. مثلا اورانیوم شکسته می شد به اتمای سبکتر. اما تو بمبای هیدروژنی اول واکنش شکافت انجام میشه که گرما و فشار خیلی شدیدی تولید میکنه. بعدش اتمای هیدروژن از این انرژی استفاده میکنن برای شروع واکنش همجوشی. پس استفاده از همجوشی چیز جدیدی نیست. برمیگرده به حدود 70 سال پیش. ولی مسئله اینه که تو یه چیزی مثل بمب هیدروژنی ما هیچ کنترلی نداریم روی اینکه چقدر انرژی آزاد بشه و چجوری ازش استفاده بشه. یه فوران عظیمی از انرژی تو کمتر از 1 ثانیه اتفاق میفته. الان چند دهه است که تونستیم تو آزمایشگاه‌ها همجوشی رو به صورت کنترل شده انجامش بدیم. اما یه مشکلی وجود داشت که تا همین چند روز پیش حل نشده بود. یه شمعی رو که میخوایم روشن کنیم باید یه انرژی اولیه‌ای بهش بدیم. وقتی نخش از یه حد مشخصی گرمتر شد دیگه خودش شروع میکنه به سوختن. در مورد همجوشی هم تقریبا همینطوره.
مثلا ما یه مجموعه از اتمای هیدروژن داریم که تا جایی که تونستیم فشردهش کردیم، حالا میخوایم دماشو ببریم بالا. هرچقدر انرژی بیشتری بهش بدیم و گرمترش کنیم، اتمای بیشتری دچار همجوشی میشن. این گرم کردن رو باید اونقدر ادامه بدیم تا اینکه انرژی که از این همجوشی ها ایجاد میشه خودش باعث همجوشی های بعدی بشه. دیگه نیازی نباشه ما از بیرون بهش انرژی بدیم. وقتی به این نقطه برسیم، گفته میشه که به نقطه احتراق یا شعله ور شدن رسیدیم. از این به بعد دیگه انرژی که همجوشی به ما میده بیشتر میشه از انرژی که برای رسوندن هیدروژن به دمای چند میلیون درجه ای مصرف کردیم. دانشمندا بعد از حدود 60 سال تلاش تازه الان تونستن به این نقطه برسن که همین نشون میده چه چالش بزرگی بوده. پس این پیشرفتی که داره ازش صحبت میشه دقیقا همینه. تونستیم به نقطه احتراق برسیم. حالا بریم به صورت خلاصه ببینیم چجوری انجامش دادن. هیدروژن معمولی که هستش فقط یه دونه پروتون داره برای همجوشی به کارمون نمیاد. باید از ایزوتوپای سنگین‌ترش استفاده کنیم. یعنی دوتریوم و تریتیوم که اولی یه نوترون اضافی داره، دومی دوتا. از برخورد یه هسته دوتریوم با یه هسته تریتیوم، یه هسته هلیوم به وجود میاد با یه دونه نوترون. این آزمایشگاه لورنس لیورمور یه قسمتی داره به نام تأسیسات ملی احتراق که کار اصلیش تلاش برای رسیدن به اون نقطه احتراقه. برای این کار از یه کپسول کوچیک استفاده می‌کنن به اندازه یه دونه عدس که پر شده از دوتریوم و تریتیوم. این کپسول رو داخل یه استوانه کوچیک قرار میدن، بعدش 192 تا پرتوی لیزر خیلی قوی از بالا و پایین وارد استوانه میشه. انرژی این پرتوها باعث میشه این گوی هیدروژن فشرده بشه و دماش هم تا چند میلیون درجه بالا بره. پس الکترون ها از هسته ها جدا میشن. به خاطر دمای خیلی بالا این هسته ها به شدت با همدیگه برخورد میکنن و به هم جوش میخورن. گرما و انرژی که آزاد میشه خودش باعث همجوشی های بیشتری میشه تا اینکه یه جریانی از نوترون های پر انرژی که نتیجه همجوشی ها هستن از استوانه خارج میشن. با اندازه‌گیری هایی که انجام دادن متوجه شدن انرژی این نوترون ها تقریبا 1.5 برابر کل انرژی بود که از طریق پرتوهای لیزر داده شده بود. یعنی 1.5 برابر انرژی که مصرف کردن انرژی خالص به دست آوردن. با اینکه مقدار خیلی کمیه، اما همینم یکی از بزرگترین پیشرفت‌های علمی انسان تو قرن 21مه. پس انرژی خروجی از این سیستم به صورت ذرات نوترون میاد بیرون. تمام اینا توی لحظه خیلی کوتاه اتفاق میفته. کمتر از 100 تریلیونم ثانیه. یه جورایی میشه گفت دانشمندا تونستن یه چیزی شبیه ستاره مصنوعی رو زمین ایجاد کنن به اندازه یه دونه عدس و به مدت 100 تریلیونم ثانیه. تأسیسات احتراق سال 1997 شروع به کار کرده، حدود 3-4 میلیارد دلار هم براش هزینه شده با پشتیبانی قوی دولت آمریکا. اما در کل یه همچین پروژه‌های فوق سنگینی معمولاً نیاز به همکاری‌های بین‌المللی داره، مثل چیزی که تو سرن سوئیس می‌بینیم. برای همین دانشمندا پیش‌بینی می‌کنن یه چیزی حدود 10 یا 20 یا 30 سال دیگه طول می‌کشه تا بتونیم تو سطح تجاری پیاده سازیش کنیم و از انرژیش استفاده کنیم. الان هم از نظر علمی چالش‌های زیادی سر راشه، هم از نظر تکنولوژی. با اینکه لیزرای این آزمایشگاه جزو قوی‌ترین لیزرای دنیا هستن، اما لازمه چندین برابر قوی‌تر بشن. غیر از این باید روش‌های مناسبی هم پیدا بشه برای اینکه انرژی نوترون‌های حاصل از همجوشی رو بگیریم و مثلا تبدیل کنیم به برق. خب حالا چرا همجوشی انقدر مهمه؟ چون ویژگی‌هایی داره که باعث میشه بهترین روش تولید انرژی باشه. یکیش اینه که برخلاف سوختای فسیلی و موادی مثل اورانیوم، منابعش خیلی زیاد و ارزونه. از دو نوع اتمی که نیاز داره، اولی یعنی دوتریوم رو میتونیم از آب دریاها استخراج کنیم
تقریبا از هر 5000 تا اتم هیدروژنی که تو آب دریا وجود داره یه دونش دوتریومه. دومی یعنی تریتیوم هم میشه از عنصر لیتیوم به دست آورد که اونم رو پوسته زمین زیاد پیدا میشه. پس از نظر منابع تقریبا میشه گفت هیچ محدودیتی وجود نداره. ویژگی مهم بعدیش اینه که همجوشی یه انرژی خیلی تمیزه. تو واکنش شکافت زباله‌های هسته‌ای هم تولید میشن. موادی که به هیچ دردی نمیخورن اما به شدت پرتوزا هستن. مجبوریم مثلا زیر زمین دفنشون کنیم. تو همجوشی دیگه خبری از این زباله‌ها نیست که تا چند قرن زمین و دریا رو آلوده کنن. چون حاصل همجوشی یه اتم هلیوم با یه دونه نوترون. غیر از این انرژی که از طریق همجوشی آزاد میشه بیشتر از واکنش شکافته. انتشار گازهای گلخانه‌ای مثل کربن دی اکسید هم تو همجوشی نزدیک به صفره. برای همین از گرم شدن زمین هم جلوگیری میشه. اگه تا یکی دو دهه آینده بتونیم نیروگاه‌های همجوشی بسازیم، طوری که نسل این نیروگاه‌های فعلی که از گاز و زغال سنگ و اورانیوم استفاده می‌کنن منقرض بشه، میشه امیدوار بود که این روند گرم شدن زمین برعکس بشه، کم کم دماش بیاد پایین. همجوشی یه راه حل عالیه برای بزرگترین تهدید سیاره ما، تغییرات اقلیمی. از گذشته تا امروز تمام دعواها سر انرژی بوده. آینده هم همینطوره. کسی رئیسه که انرژی بیشتری در اختیار داشته باشه، چون میتونه غذای بیشتری تولید کنه، کشاورزی و صنعت پیشرفته تری داشته باشه، آب و هوای سالم تری داشته باشه، نیازی هم به نفت و گاز کشور دیگه نداشته باشه. زمانی که نیروگاه‌های همجوشی وارد عمل بشن، اوضاع سیاسی دنیا هم شدیداً تغییر می‌کنه.